نام خدا خانش کتاب این نیز بگذرد از کانال ما دیوب. قسمت دو تو خود هجاب خودی مردی نزد بایزید بستامی آمد و به او گفت که برای مدت سی سال روزه داشته و مشغول عبادت بوده است ولی هیچ نشانی از نزدیکی به خداوند در خود نمی بیند. بایزید در پاسخ گفت که حتی اگر صد سال دیگر هم به این کار ادامه دهد اتفاقی برای او رخ نخواهد داد. مرد پرسید چرا؟ بایزید پاسخ داد زیرا نفس و منیت تو هم چون صدی هجاب حقیقت شده است. حقیقت هیچ هجاب و پوششی ندارد و به هیچ وجه پنهان نیست. حقیقت همیشه در مقابل روی شماست. اگر شما از دیدن و درک کردن آن آجز هستید، اشکال در خودتان است. اگر نمیتوانید حقیقت را ببینید، علت این است که چشمانتان را بسته اید. حقیقت هیچ هجابی ندارد، بلکه شما خودتان هجاب و پوشش حقیقت هستید. اگر حقیقت جایی نهان بود، یک بودا یا یک زرتشت برای کشف آن کافی بود. در این صورت اگر یک بار کشف می همه می توانستند آن را درک کنند. درست مثل کشفیات علمی که وقتی یک بار دانشمندی آنها را کشف می کند، دیگر نیازی به کشف دوباره آنها نیست. آلبرت اینشتین پدیده ای را کشف می کند و دیگر احتیاجی نیست دیگران دوباره آن را کشف کنند. ولی حقیقت اصلا این طور نیست. یک بودا آن را کشف می کند، دوباره یک زرتشت آن را کشف می کند. شما هم لازم است خود آن را کشف کنید. فکر می کنید علت چیست؟ علت این است که حقیقت خود هجاب و پرده ای ندارد. در غیر این صورت کافی بود یک نفر آن را کشف کند و دیگران از این کشف او بهره مند شود. هجاب حقیقت خود شما هستید. بنابراین هر کسی باید خود حقیقت را کشف کند. و حقیقت باید برای هر یک از شما بارها و بارها کشف شود. حال چرا شما چشمان خود را به روی حقیقت بسته اید؟ باید سودی در این عمل نهفته باشد. اگر تنها کافی است که چشمان خود را به روی حقیقت باز کنید، چرا این کار ساده را انجام نمی دهید؟ چه چیزی شما را از این عمل باز می دارد؟ حقیقت کاملا اوریان و بی پرده در مقابل شماست. نه تنها حالا، بلکه همیشه همین طور بوده است. روزی زن زیبایی را نزد من آوردند که پس از گذشت سه ماه از ازدواجش همسرش درگذشته بود. آنها عاشق و دلباخته یکدیگر بودند و با مشکلات و مشقات فراوانی ازدواج کرده بودند و ناگهان همسر زن در اثر حادثه ای درگذشته بود. این فقدان برای زن جوان بسیار سنگین و طاقت فرسا بود و به همین علت برای مدت سه روز پس از مرگ شوهرش حاضر نشده بود چشمانش را باز کند تا جسد شوهرش را ببیند. اطرافیان او هرچه تلاش کرده بودند تا او را راضی کنند بپذیرد که شوهرش درگذشته است نتوانسته بودند و او همینطور با چشمان بسته باقی مانده بود و دائما تکرار می کرد شوهر من نمرده است. چه کسی گوید شوهر من مرده است؟ آنها نمی توانستند بیش از سه روز منتظر زن باقی بمانند. بنابراین جسد شوهر را سوزاندند. روزی که جسد شوهر را سوزاندند، زن چشمانش را باز کرد. ولی خیلی دیر شده بود. زیرا او دیگر ظرفیت دیدن را از دست داده بود و چیزی را نمیدید. چشم پزشکان مختلفی او را معاینه کرده و همگی متفق القول بر این عقیده بودند که چشمان زن از نظر فیزیولوژیکی هیچ مشکلی ندارد و علت کوری زن را نمی آفدن. در واقع چشم های زن مشکلی نداشت بلکه خودش دیگر حاضر به دیدن از طریق چشمهایش نبود. درست مثل اینکه کسی که پشت پنجره چشمان او می ایستاده و از آنجا دنیا را می دیده دیگر پشت خود را به این پنجره کرده است. پنجره ها کاملا سالم و بینقص بودند ولی دیگر کسی نبود که از پشت آنها جایی را ببیند. پس از گذشت چهار هفته از این اتفاق زن را نزد من آوردند در حالی که دائما تکرار می کرد چه کسی می گوید همسر من مرده است؟ اگر او مرده پس جسدش کجاست؟ او در عمق وجودش به خوبی می دانست که شوهرش مرده است ولی ذهنش دوست نداشت این واقعیت را باور کند. ذهن همیشه دوست دارد در سراب و توهم زندگی کند. من هر دوی آنها را از قبل میشناختم و به زن گفتم شوهرت همین امروز صبح پیش من آمد و خیلی ناراحت بود. این چه کاری است که با خودت می کنی؟ آزمایشات نشان می دهند که چشمان تو سالم است. چرا سعی نمی کنی ببینی؟ و به گونه ای ادامه دادم که گویی شوهر او هنوز زنده است. ناگهان او روی زمین افتاد و شروع کرد از درد به خود پیچیدن و فریاد زد شوهر من مرده است. چرا میگویید که او امروز صبح پیش شما آمده است؟ و چشمان او بینایی خود را باز یافت. در آن لحظه او متوجه شد واقعیت چیز دیگری است و او در حال فرار از رویارو شدن با آن است. درست در لحظه ای که او مرگ شوهرش را قبول کرد با تمام وجودش فریادی کشید. تا آن روز من کسی را ندیده بودم که این گونه فریاد بکشد. تمام وجود او با این فریاد شروع به لرزیدن کرد. حدود نیم ساعت طول کشید تا حال زن به وضعیت عادی بازگشت. سپس در حالی که در سکوت عمیقی به سر می برد، درست مثل سکوتی پس از طوفانی سهمگین از من تشکر کرد. این مشکلی است که هر انسانی به آن دچار است. واقعیت ها چیز دیگری است. شما از آن آگاهید ولی بگونه ای عمل می کنید که گویی آنها وجود ندارند. به هیچ وجهی امکان ندارد به این شکل بتوانید واقعیت را انکار کنید یا بر آن فاتح گردید. می توانید سالهای سال همینطور عمل کنید ولی هرگز نخواهید توانست بر حقیقت فائقایید. می توانید توهم و رویاه های مختلفی برای خود ببافید و در این رویاه ها زندگی کنید. می توانید چشمان خود را ببندید ولی اصلا تفاوتی نمی کند. دنیای خیالی شما خیالی باقی می ماند و حقیقت همینطور در انتظار شما خواهد بود. و هرچه بیشتر در خیالات خود باقی بمانید دچار اضطراب و نگرانی بیشتری میشوید که مبادا این دنیای پوچ و خیالی روزی از هم فرو بپاشد برای مثال شما بر این باورید که برای خودتان کسی هستید هر کسی تصور می کند که او فردی خاص است ولی خوب می دانید که این مسئله نمی تواند درست باشد اینکه هر کسی فکر می کند شخص خاصی است به خاطر منیت و نفس اوست انسان با پول، قدرت، موقعیت اجتماعی، دانش و اطلاعات و حتی ریاضت جسمانی سعی در پروراندن این تصور غلط دارد که او کسی است. انسان ها سعی می کنند ثابت کنند که خاص هستند. آنها تلاش می کنند به خود و دیگران بقبولانند که مرکز جهان هستی هستند. ولی همه ما خوب می دانیم که این مسئله حقیقت ندارد. شما چگونه می توانید مرکز جهان باشید در حالی که سالهای سال جهان وجود داشته و شما اصلا نبودید و روزی خواهد رسید که باز شما نباشید و جهان همینطور وجود داشته باشد. همه ما تنها موجهایی هستیم که می آیند و می روند و در نهایت تنها اقیانوس است که باقی می ماند. وجود شما فاقد مرکز است زیرا مرکز مربوط به کل می شود و یک جز نمیتواند مرکزی داشته باشد. آیا دست من که جزئی از بدن من است میتواند جدا از کل بدن برای خود مرکزی داشته باشد اگر دست من برای خود مرکزی داشته باشد دیگر جزئی از وجود من نخواهد بود در این صورت به طور مستقل عمل خواهد کرد آیا پای من میتواند از خودش یعنی جدا از کل بدنم مرکزی داشته باشد در این صورت این پا پای من نخواهد بود در این صورت اگر من تصمیم بگیرم به پیاده روی بروم، پایم ممکن است دوست نداشته باشد این کار را انجام دهد. زیرا آن مرکزی جدا برای خود دارد. یا اگر گرسنه باشم و بخواهم غذا بخورم، ممکن است دستم دوست نداشته باشد حرکت کند. به هیچ وجه اینطور نیست. وقتی شما احساس گرسنگی می کنید، دستتان حرکت می کند. حتی بدون اینکه به آن دستور حرکت بدهید. وقتی می پیاده روی کنید، پایتان حرکت می کند. دست و پای شما جزئی از کل بدن شما می باشند و مستقل از یکدیگر عمل نمی کنند بلکه به صورت یک کل واحد هستند. انسان به صورت جزئی از کل هستی وجود دارد. بنابراین هیچ کس نمی تواند برای خود مرکزی جداگانه داشته باشد. تنها خداوند دارای این مرکز است و تنها این مرکز کل است که می تواند بگوید من. وقتی شما میگویید من یا حتی وقتی آن را به زبان نمی آورید ولی به آن اعتقاد دارید در توهم و رویا هستید. اگر این من را تنها به عنوان یک زمیر ساده استفاده می کنید اشکالی ندارد ولی اگر احساس می کنید که درون خود یک من دارید در سراب زندگی می کنید. لحظات زیادی در زندگی آدمی اتفاق می افتد که او احساس می کند جزئی از یک کل است. انسان تنها یک موج در این اقیانوس بیکران است ولی این درک و احساس را به تعویق می اندازد. در واقع او با این کار درک حقیقت را به تأخیر می اندازد و وانمود می کند که جزئی از کل نیست. مانع اصلی همین وانمود کردن است. شما خوب میدانید که تا کنون کسی را دوست نداشته اید. نه پدر، نه مادر، نه همسر، نه فرزندان و نه دوستانتان را. شما این مسئله را خوب می دانید ولی آن را نادیده می گیرید و تصور می کنید دیگران را دوست دارید. حتی اگر یک شخص را به طور کامل دوست می داشتید، حقیقت معنویت را درک می نمودید. زیرا عشق واقعی یعنی مرگ تمام درویی ها. وقتی شما کسی را دوست می دارید، تمامی احساسات و حالات غیر واقعی از وجودتان رخت بر می بندد و دیگر نمی توانید چیزی غیر واقعی را وانمود کنید. وقتی کسی را دوست دارید کاملا اوریانو و برهنه وجود واقعی خیش را به او می نمایانید. با عشق تمامی درویی ها از میان می رود و ناگهان احساس می کنید آن چیزی که قبلا تصور می کردید نیستید. با عشق وحدت و یک بارشگی خاصی را با کل هستی درک می کنید. با عشق منیت شما از میان می رود. در این حالت شما هستید ولی دیگر با هستی احساس جدایی و غریبه بودن ندارید. این احساس یگانگی و وحدت با هستی به این معنی است که شما نمی توانید جدا از کل وجود داشته باشید و همینطور کل نیز بدون شما ناقص و ناکامل است. برای اولین بار وقتی دیگر منیتی در شما وجود نداشته باشد به اهمیت وجودتان پی خواهید برد. تا کنون سعی کرده اید به خود و دیگران ثابت کنید که موجودی مهم هستید ولی حتی خودتان نیز با تمام وجود به این مسئله اعتقاد ندارید از بین رفتن منیت معادل رهایی و آزادی مطلق است آزادی هرگز همراه با منیت حاصل نمی شود. اگر منیت وجود داشته باشد انسان هرگز تعم رهایی و آزادی را نخواهد چشید منیت هم چون بندی دست و پای او را میبندد به پرنده هایی که آواز میخوانند گوش فرا دهید. آنها سعی نمی کنند که آواز بخوانند، بلکه آواز برای آنها اتفاق میافتد. هیچ منی در وجود این پرنده ها سعی در آواز خواندن نمی کند. این آوازها خیلی ساده فقط اتفاق می افتند. اگر در وجود شما نیز منیتی نباشد، چنین آوازی برای شما رخ خواهد داد. اگر من وجودتان از میان برود، تمام زندگی شما همچون آواز پرندگان خواهد بود. شما در کمال شادی و آرامش زندگی می کنید بدون اینکه منیتی در شما وجود داشته باشد. شما هرگز کسی را واقعا دوست نداشتید ولی دائما این گونه وانمود می کنید که دیگران را دوست دارید. اگر در شما عشق وجود داشته باشد دیگر جایی برای رنج و اندوه باقی نمی ماند. اگر شما دیگران را دوست بدارید در سرور و بهجت دائمی غرق خواهید بود. ولی متاسفانه اینطور نیست. به نام عشق هزار و یک کار انجام می دهید در صورتی که اصلا عشقی وجود ندارد و هرگز عشقی وجود نخواهد داشت مگر اینکه منیت در شما از میان برود مادامی که غرور و منیت در شما وجود دارند به هیچ فرش به عشق اجازه شکوفایی نخواهید داد اگر عشقی در شما وجود نداشته باشد حتی عبادت و نیایش نیز با اخلاص و ارادت اتفاق نمیافتد شما به مسجد معبد یا کلیسا می روید ولی دائما وانمود می کنید که در حال عبادت هستید. فکر می کنید چه کسی را فریب می دهید. ممکن است خودتان را فریب دهید ولی عبادات شما همچون صحراهای خشک و سوزانی هستند که هیچ چیز در آنها نمی روید. حتی گاهی اوقات اتفاق می افتد که گیاهانی نادر در صحراها می روید. ولی عبادات شما هیچ سودی برایتان ندارد. شما به این عبادات ادامه می دهید ولی همچنان همون شخصی که بودید باقی می مانید و هیچ تحولی در شما رخ نمی دهد و هر لحظه زمان می گذرد و تنها زندگی را از دست می دهید. هر لحظه به مرگ خود نزدیک و نزدیکتر می شوید ولی هنوز خود را به گونه ای نشان می دهید که واقعا آنطور نیست. همین وانمود کردن است که همچون هجابی شما را پوشانده است. حقیقت هرگز از هیچ کس نهان نیست. حقیقت کاملا اوریان و برهنه مقابل روی شماست. ولی متاسفانه شما خود را با هجاب های مختلف پوشانده اید و همینطور هر روز و هر لحظه به مقدار این هجاب ها می افزایید. وانمود کردن دیگر کافی است. این هجاب ها را بیاندازید و خود را از شر آنها خلاص کنید. چنین کاری واقعا مشکل است و دردآور. و به همین دلیل است که من اعتقاد دارم شما از پوشاندن خود با هجاب های مختلف سود میبرید. برای انداختن این هجاب ها حتما دچار درد و رنج خواهید شد ولی برای رشد و تکامل گذر کردن از مراحل رنج و درد ضروری است و هیچ کس نمیتواند از آن جلوگیری کند. جلوگیری از این رنج و اندوه در واقع جلوگیری از رشدتان خواهد بود. شما همکنون در رویا و خیال زندگی می و برای رشد کردن لازم است رنج گذر کردن از این رویاها ها و توهمات را به جان بخرید. رویاهای های شما ممکن است بسیار زیبا و دوست داشتنی باشند ولی واقعی نیستند و نمی توانند هیچ کمکی به شما بکنند. می توانید در رویاهایتان خود را پادشاه ببینید ولی همان گدای قبلی باقی خواهید ماند. به زودی صبح فرا می رسد و باید از خواب برخیزید و چشمان خود را باز کنید. رویاهایتان را فراموش کنید و متوجه خواهید شد که همان گدای قبلی هستید. گداها همیشه در خواب می‌بینند که پادشاه شدند. تمامی وانمودهای شما رویا هستند و شما را از حقیقتی که همیشه با آن رو در رو هستید منحرف می‌کنند. ولی تا چه زمانی می‌خواهید به این رویاها ادامه دهید و این عمل برایتان چه سودی دارد؟ تنها ریاضتی که من می‌شناسم گذر کردن از مراحل رنجاور این رویاها ها و رویارو شدن با حقیقت است. اگر چنین کنید، دیگر نیازی نیست بر تخت های پر میخ بخوابید و خودتان را شکنجه دهید. این کارها حماقت محض است. تنها ریاضت سودمند مواجه شدن با مسائل به است که هستند و دانستن اینکه که رویه های ما تنها رویا هستند و واقعیتی در آنها وجود ندارد. گذر کردن از این رویا و رویارویی با حقیقت همانا گذر کردن از دروازه است که به تغییر و تحول شما می انجامد. به هر قیمتی که شده به مسائل به طور واقعی یعنی همون گونه که هستند نگاه کنید. اگر احساس می کنید با این کار غرور شما جریه دار خواهد شد هیچ اشکالی ندارد. هرچه زودتر غرورتان جریه دار شود و از بین برود برایتان سودمندتر خواهد بود. اگر با نگاه کردن به خودتان همانطور که هستید احساس می کنید همچون یک حیوان هستید هیچ اشکالی ندارد با آن مواجه شوید زیرا این چیزی است که واقعا هستید اگر به این ترتیب موقعیت اجتماعیتان به خطر می افتد، هیچ اشکالی ندارد اجتماع چیزی نیست مگر مجموعه ای از افرادی که همگی کمابیش بیش همانند شما هستند روزی بودا برای مردم یک روستا سخنرانی میکرد و افرادی بسیار برای شنیدن سخنان او گرد آمده بودند. البته از این تعداد بسیار تنها اندکی واقعا در جستجوی حقیقت بودند و اکثریت آنها جهت کنجکاوی جمع شده بودند. ناگهان بودا جمله ای بر زبان راند و همگی آنها شروع کردند به کف زدن و تشویق کردن. بودا بسیار غمگین شد و سخن گفتن را قطع کرد. آناندا یکی از ارادتمندان نزدیک به بودا از او پرسید چرا غمگین شدید و سخنان خود را قطع کردید؟ بودا پاسخ داد من باید چیزی اشتباه بر زبان رانده باشم. در غیر این صورت چرا این افراد برای من کف زدند و مرا تشویق کردند؟ من حتما باید چیزی اشتباه گفته باشم. زیرا کف زدن این افراد نادان نشان می دهد که آنها سخنان مرا فهمیدند و افراد نادان چگونه حقیقت را می فهمند. من قطعا اشتباه کردم. در غیر این صورت آنها چگونه مرا درک کردند؟ بیدار شدن از رویاه ها و توهمات اولین گام است و شما را برای گام های بعدی آماده می کند. اگر از رویاه ها و توهمات خود آگاه شوید، تقریبا نصف سفر تمام شده است. اگر شخصی اشتباه بودن پدیده ای را درک کند، نیمی از راه را رفته است. در این صورت او کاملا آماده است تا واقعیت را به عنوان واقعیت درک کند و بشناسد. اولین گام شناختن و قبول کردن اشتباه و رویا به عنوان اشتباه است و گام دوم خود به خود میسر خواهد شد. حقیقت را نمیتوان توان مستقیما درک کرد. ابتدا لازم است متوجه شوید چه چیزهای حقیقی نیستند. همکنون شما در دنیای پدیده های غیر حقیقی به سر میبرید و لازم است سفر به سوی حقیقت را از جایی که هستید شروع کنید. دروی های خود را آگاهانه مشاهده کنید. این کاری است که یک شخص صادق و واقعی انجام می دهد. شخصی که با خودش صادقانه برخورد می کند. قیمت این مشاهده آگاهانه را هر قطع هم که گذاف باشد بپردازید. اگر تا کنون کسی را واقعا دوست نداشته اید، آگاه شوید که تا به حال کسی را دوست نداشته اید و به نزدیکانتان بگویید که عشق و محبت شما نوعی بهره برداری و فریب بوده است تا آنها را مطابق میل خود تغییر دهید. آنچه از وجودتان میگذرد را آگاهانه مشاهده کنید و آن را با دیگران نیز در میان بگذارید. یک ساله که واقعی باید تمامی رویاه ها و توهمات را به دور اندازد و با خودش صادقانه مواجه شود. در این صورت ناگهان حقایق فراوانی برایش کشف خواهد شد. اگر هجاب های خود را بدور اندازید، دیگر حقیقت نیز برایتان تان هجابی نخواهد داشت. مردی نزد بایزید بستامی آمد و به او گفت که برای مدت سی سال روزه داشته و مشغول عبادت بوده است. ولی هیچ نشانی از نزدیکی به خداوند در خود نمی بیند. این مرد از ابتدا دیدگاهی اشتباه داشته است. او باید مردی محاسبهگر و محافظ کار بوده باشد. در غیر این صورت چگونه انسان می تواند لحظات عشق و عبادت را بشمارد؟ چگونه انسان می تواند بگوید برای مدت سی سال من عبادت کردم؟ این محاسبه و این محافظه کاری نشان دهنده ذهنی مادی است. او تمام مدت سی سال در حال محاسبه و شمارش بوده است. او حتما مردی حریص و دنیایی بوده است. اگر درک کنید عبادت چیست، نتیجه آن اصلا برایتان اهمیتی نخواهد داشت. عبادت خود نتیجه خود است و ارزش آن در خودش نهفته است. شما عبادت می کنید و این کافی است. زیرا عبادت خود موجب شادی و سرور می گردد و چیزی اضافه بر آن نیاز نیست. ولی اگر عبادت شما واقعی نباشد، منتظر نتیجه آن هستید. در این صورت عبادت شما وسیله‌ای برای رسیدن به نتیجه دیگر خواهد بود. عبادت واقعی خود نتیجه خود است. تمامی پدیده های زیبا و دوست داشتنی همچون عشق، عبادت و مدیتیشن خودشان نتیجه خودشان هستند. و اگر آنها را به عنوان وسیلی برای رسیدن به نتیجه دیگر به بریم، از دستشان خواهیم داد. درست مثل این که صبح خیلی زود برای پیاده روی از خانه اتان خارج می شوی. صبح خیلی زود که خورشید در حال طلوع کردن است. و روز جدیدی آغاز می گردد. درختان و پرندگان در حال بیدار شدن از خواب هستند و نسیم خنک و خوشایندی در حال وزیدن است. شما به پیاده روی صبحگاهی می روید و از آن لذت می برید. آیا ممکن است روزهایی که به پیاده روی رفته اید را محاسبه کنید و بگویید برای مدت سی سال است که من هر روز صبح به پیاده روی رفتم ولی اتفاق خاصی برایم رخ نداده است. پیاده روی صبح زود فقط همان پیاده روی صبح زود است و لذت و شادی آن در خودش نهفته است. این پیاده روی باعث نخواهد شد که شما در آینده به چیزی برسید بلکه لذت آن در لحظه و در خودش نهفته است. زندگی همیشه نقد و در حال حاضر است. زندگی به هیچ وجه چکه که مدت دار نیست که چیزی را در آینده به شما قول بدهد. زندگی پول نقد است. همین حالا و همینجا. جا. هرگاه احساس شادی و سرور می کنید و آواز می خانید. آیا لحظات شادی و آواز خواندن خود را نیز می در این صورت هرگز واقعا لذت آواز خواندن را درک ننموده اید. البته ممکن است فوت فنهای هنر آواز خواندن را به خوبی بدانید ولی از شادی و سرور آن بهره ای نبرده اید. تفاوت میان یک خواننده که فقط به خاطر خود آواز می‌خواند و کسی که با آواز خواندن به دنبال رسیدن به هدفی دیگر است همین است خواننده ای که واقعا آواز میخواند در لحظه آواز خواندن کاملا در آواز خود گم و ناپدید می شود و دیگر منیتی در او باقی نمی ماند. در واقع در این لحظه تنها آواز باقی می ماند و بس. در مقابل خواننده ای که تنها از فوت و فن آواز آگاه است هرقدر هم که خوب و فنی آواز بخواند آوازی مرده خواهد داشت. در این مورد داستان زیبایی به یاد می آورم که دوست دارم آن را برایتان تعریف کنم. این داستان در زمان یکی از بزرگترین موسیقیدانان هند به نام تانسن که در دربار اکبرشاه خدمت می کرد رخ داده است. روزی اکبرشاه از تانسن سوال کرد من تصور نمی کنم که در دانش موسیقی و نوازندگی کسی بتواند از تو بالاتر باشد. به نظر می رسد چنین چیزی غیر ممکن است. ولی هرگاه من به این نکته می اندیشم، فکر می کنم تو باید حتما استادی هم داشته باشی که از او نوازندگی را فرا گرفته ای و مطمئنا او ماهرتر و چیر دستتر از توست. استاد تو کیست؟ آیا او هنوز هم زنده است؟ اگر او زنده است، روزی او را به دربار دعوت کن. تانسن پاسخ داد، بلی او زنده است. ولی نمی او را به دربار دعوت کرد. او همانند یک حیوان وحشی است. او به هیچ وجه فردی اجتماعی نیست، بلکه همچون ابرها دائما در حال سفر کردن است. او در هیچ جایی ریشه ندارد و ولگردی بی خانمان است. در ضمن نمی توان از او درخواست کرد که آواز بخواند یا موسیقی بنوازد. بلکه باید به نزد او برویم و صبر کنیم و منتظر باقی بمانیم. اکبر شاه بسیار به این مرد علاقمند شده بود و تصمیم گرفت به دیدن استاد تانسن برود. نام استاد تانسن هاریداس بود. تانسن گروهی را فرستاد تا جستجو کند و اقامتگاه هاریداس را بیابند. این گروه پس از جستجو متوجه شدند که وی در نزدیکی رود جامونا در یک کلبه اقامت دارد. اکبرشاه و تانسن برای دیدن هاریداس به این مکان رفتند. اهالی روستایی که در نزدیکی محل اقامت هاریداس قرار داشتند به آنها گفتند گاه اوقات نزدیک ساعت سه بامداد این مرد شروع به آواز خواندن و رقصیدن می کند ولی در تمام مدت روز کاملا ساکت و بی حرکت می نشیند. اکبر شاه و تانسن درست بعد از نیمه های شب در حالی که همانند دزدان خود را مخفی کرده بودند پشت کلبه محل اقامت هاریداس به انتظار نشستند در حالی که نگران بودند مبادا هاریداس متوجه حضور آنها شود و از آواز خواندن و رقصیدن امتناع کند پس از مدتی هاریداس شروع به آواز خواندن و رقصیدن کرد اکبرشاه مات و مبهوت باقی مانده بود و نمی توانست حتی کلمه ای بر زبان بیاورد و بدون وقف گریه می کرد. حتی وقتی هاریداس آواز خواندن و رقصیدن را متوقف کرد، اکبرشاه برای مدتی طولانی ساکت باقی ماند و همینطور اشک از چشمانش جاری بود. وقتی آنها به قصر رسیدند، اکبرشاه به تانسن گفت من فکر می کردم که کسی در دانش موسیقی ماهرتر از تو وجود ندارد. ولی حالا که هاریداس را دیدم، متوجه شدم که تو در مقایسه با استادت هیچ هستی. چرا تفاوت میان شما اینقدر زیاد است؟ تانسن پاسخ داد، علت این تفاوت بسیار ساده است. من آواز میخوانم و می نوازم برای اینکه چیزی به دست بیاورم. پول، شهرت، موقعیت اجتماعی و تحسین دیگران. در واقع هنر من وسیله است برای رسیدن به هدفی دیگر. در حالی که استاد من کاملا عکس این حالت است. او میخواند و مینوازد برای اینکه چیزی دارد او فقط هنگامی میخواند که احساس میکند در درون چیزی برای عرضه کردن دارد در این حالت رقص و آواز او جریانی است از کیفیتی که درون او وجود دارد هنگامی که او پر از احساس آسمانی و روحانی است که گنجایش تحمل آن را ندارد شروع به آواز خواندن میکند و آواز او در حقیقت جریانی است از این حس معنوی که درونش به بیرون می ترابد. او آواز نمیخواند تا چیزی به دست آورد بلکه هنر او به خودی خود هدف اوست. تفاوت میان عشق واقعی و عشق مجازی نیز در همین نکته است. برای عشق واقعی هیچ آینده ای وجود ندارد. عشق واقعی خیلی ساده در زمان حال همه چیز را جشن می گیرد. عبادت نیز نوعی جشن و سرور است. عبادت به هیچ فش تلاش برای به دست آوردن چیز دیگر نیست. لحظاتی که عبادت حقیقی رخ می دهد، لحظاتی جاودان و ماندنی هستند و یک عابد حقیقی هرگز این لحظات را نمی شمارد. حتی یک لحظه از عبادت حقیقی به اندازه پر و است که شخص را کاملا راضی و خشنود می سازد. به ای که او دیگر به دنبال هیچ چیز دیگری نیست. اگر لحظه مزه ای مزه عبادت، عشق یا مدیتیشن را بچشید، برای همیشه خوشنود و سپاسگزار خواهید بود و به هیچ وجه شکایت نمی کنید. آبد این داستان به هیچ وجه آبدی واقعی نبود است. او مردی دنیایی و حریص بوده که حالات روحانی را با مسائل دنیایی اشتباه گرفته است. او احتمالا دنیا و مافیها را ترک نموده ولی ذهنش هنوز دنیایی عمل می کرده و روزهای عبادت خود را همانند سکه های طلا و نقره شمارش می کرده است. با این روش او هرگز نشانی از شناخت پروردگار در خود مشاهده ننموده است. به خاطر داشته باشید که دیدگاه و شیوه نگرش شما به مسائل دنیای واقعی شما را تشکیل می دهد. حتی اگر با نگاه مادی به مسائل معنوی بنگرید، دنیای معنوی را نیز همانند دنیای مادی خواهید دید و به هیچ وجه وارد معنویات نمی شوید. روزی مردی ثروتمند به دیدن من آمد. او مردی بسیار متمول بود و مقادیر زیادی پول به مؤسسات خیریه و معابد کمک نموده بود. تمام مدتی که این مرد و همسرش نزد من بودند، درباره کمک‌های او و مقادیر این کمکها صحبت می‌کردند. و همسرش دائما موارد از یاد رفته را به شوهرش یادآوری می کرد. شمارش آنچه شما به دیگران بخشیده اید درست مثل این است که اصلا هیچ کمکی نکرده اید. هنگامی که کمکی می کنید و حساب آن را نگاه میدارید تا در جهان آخرت عوض آن را دریافت کنید در واقع اصلا چیزی نبخشیده اید بلکه به نوعی معامله کرده اید. بایزید در پاسخ گفت که حتی اگر 100 سال دیگر هم به این کار ادامه دهد اتفاقی برای او رخ نخواهد داد حتی هزاران سال نیز کافی نیست اصلا مسئله زمان در میان نیست اگر کار اشتباهی را تا ابد نیز انجام دهید اتفاقی که باید برایتان رخ نخواهد داد اگر اشتباهی را برای ابد نیز تکرار کنید با تکرار کردن اشتباهتان تصیح نخواهد شد ولی اگر عمل درستی را حتی برای یک بار انجام دهید کافی است بنابراین می توانید همانند این مرد حتی هزاران سال عبادت کنید ولی هیچ نشانی از نزدیکی به خداوند را در خود مشاهده نخواهید کرد نکته مهم در اینجا کیفیت و نوع نگرش شما به مسائل است نه کمیت و تعداد دفعات انجام آن چقدر عبادت کردن اصلا مهم نیست بلکه عمق و ژرفهای عبادتی که می کنید مهم است. تعداد دفعات عبادت به پنج مرتبه چه پنجاه مرتبه اصلا اهمیتی ندارد بلکه مهم کیفیت، آگاهی و عشقی است که شما هنگام عبادت در خود احساس می کنید. سالها قبل در بنگال مردی زبانشناس به نام باتوجی زندگی می کرد که دیدگاهی منطقی به مسائل داشت. گفته می شود وقتی این مرد به سن نشست سالگی رسیده بود، روزی پدرش او را صدا زد و به او گفت من نوت سال سن دارم و تقریبا هر روز به معبد رفته و عبادت کردم. در این مورد هیچ چیزی به تو نگفتم زیرا امیدوار بودم خودت روزی به این نکته برسی. ولی شهست سال از عمر گرامبه های تو گذشته و تو هنوز متوجه نشده ای و ممکن است دیگر دیر شود. وقت آن رسیده که دیگر تو هم خود را برای سفر به دنیای دیگر آماده کنی. پس چه زمانی تو هم میخواهی به معبد بروی و مراسم عبادت را به جا بیاوری؟ با توجی به پدرش پاسخ داد. با دیدن شما که هر روز به معبد می روید و بدون اینکه تغییری بکنید به منزل باز می گردید؟ از خودم سوال می کردم. اصلا مسئله تعداد دفعات به معبد رفتن و عبادت کردن اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم است کیفیت عبادتی است که در معبد به جای آورده می شود. سالهای زیادی است که من به شما توجه کردم. روزی دو بار برای انجام مراسم نیایش به معبد می روید. ولی وقتی به منزل باز می گردید، همون آدم قبلی هستید. به نظر میرسد رسد، عبادت شما تأثیری در شما نداشته است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مطمئنا مشکلی وجود دارد. فردا روز تولد من است و من تصمیم دارم به معبد بروم و با تمام وجود عبادت کنم. من تنها همین یک بار را عبادت می کنم ولی با تمام وجودم. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد همین یک بار کافی است. در غیر این صورت الباقی آن اطلاف وقت خواهد بود و هیچ فایده ای نخواهد داشت. اگر فردا با تمام وجودم به نیایش بپردازم و اتفاقی رخ ندهد مطمئنا روزهای بعد نیز اتفاقی نخواهد افتاد پدر باتوجی در حالی که میخندید به او گفت عجب آدم احمقی هستی انسان باید برای سالهایی متمادی عبادت کند تا خداوند به او توجه کند ولی اشکالی ندارد تو فردا به معبد برو و سعیت را بکن باتوجی روز بعد به معبد رفت و هرگز به خانهاش باز نگشت او در حال به جا آوردن مراسم نیایش در محراب جان به جان آفرین تسلیم کرد. او واقعا یک بار ولی با تمام وجود عبادت کرد و آنچه که باید برایش اتفاق افتاد. عشق و نیایش باید با تمام وجود باشد. حتی ذره ای از وجودتان نیز نباید در حال محاسبه و انتظار چیزی باقی بماند. باید با تمام وجود در حال عبادت باشید. به همین علت است که عبادت مقدس و روحانی است. با بنگالی مرد. گفته می شود تا از خود نمیرید شناختی از خداوند نخواهید داشت. او در حال عبادت کاملا از خود بیخود شد و تنها بدنش باقی ماند و آن نیز بیجان روی زمین افتاد. شب هنگام پدر باتوجی فردی را به دنبال او به معبد فرستاد ولی دیگر باتوجی در معبد نبود. تنها بدن بیجان او روی زمین افتاده بود ولی لبخندی زیبا بر لبانش نقش بسته بود که آرامش و زیبایی روحانی به او بخشیده بود حتی بدن بیجان او حاله ای از معنویت و روحانیت داشت او به کمال رسیده بود این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که هر آنچه می کنید باید حقیقی و واقعی باشد و از هر گونه دورویی به دور هر آنچه می باید با عشق و محبت تو هم باشد نه با محاسبه و به دنبال سود و فایده عبادت عشق و خداوند از دنیای معاملات و محاسبات کاملا جدا هستند بایزید در پاسخ گفت که حتی اگر صد سال دیگر هم به این کار ادامه دهد اتفاقی برای او رخ نخواهد داد مرد پرسید چرا بایزید پاسخ داد زیرا نفس و منیت تو همچون صدی حجاب حقیقت شده است. به طور معمول ما افرادی را دارای منیت و خودخواهی می دانیم که همه چیز را برای خود می خواهند. در واقع این نوع خودخواهی کاملا سطحی است و خلاص شدن از شر آن خیلی مشکل نیست. افرادی وجود دارند که در سطح به هیچ وجه خودخواه نیستند و هرچه می کنند برای خاطر دیگران است. آنها همیشه در حال خدمت کردن و یاری رساندن به دیگران هستند ولی همین افراد گاهی خطرناکتر از افراد خودخواه معمولی هستند در واقع آنها در درون خود دارای منیت و خودخواهی قوی هستند زیرا خودشان را کسی میبینند که در حال یاری رساندن و کمک کردن به دیگران است و از این راه قصد ارتقای معنوی را دارند میسیونرهای مسیحی واقعا سخت کار می‌کنند. و به مردم خدمت می کند. ولی در درون همیشه خودخواه و مغرور باقی میماند. زیرا به وسیله این خدمت توقع دارند در دنیای دیگر چیزی نصیبشان گردد. در واقع آنها با خدماتشان در حال اضافه کردن پله به نردبانی هستند که به سوی بهشت افراشته شده است. بهشت هدف این میسیونرها و خدمتگذاران است و خدمت آنها وسیله است برای رسیدن به این هدف. آنها دچار مشکل همین آبدی هستند که به نزد بایزید آمد. در این مورد دوست دارم داستان جالبی برای شما تعریف کنم. جشن بزرگی در کشور چین برپا شده بود و افراد زیادی در این جشن شرکت داشتند. در کنار شهر چاهی بدون دیوارهای حفاظتی وجود داشت و مردی در این چاه افتاد. او شروع کرد به داد و فریاد و کمک خواست. ولی به خاطر سر و صدای زیاد جشن و جمعیت زیادی که برای جشن گرد آمده بودند، هیچ کس صدای او را نمی شنید. پس از مدتی، یک راهب بودایی که تشنه بود بر سر چاه آمد. او به درون چاه نگاه کرد و مردی را که در چاه افتاده بود و کمک می خواست دید. راهب بودایی به مرد گفت، هیچ کس نمی تواند دیگری را نجات دهد. بودا فرموده است خود همانند چراغی راه خود را روشن کنید. نجات دادن دیگران غیر ممکن است. منتظر کسی نباش تا تو را نجات دهد. علاوه بر این بودا گفته است که هر کس نتایج اعمال خود را تحمل می کند. حتما تو در گذشته گناهانی انجام داده ای که حالا باید این رنج و ناراحتی را تحمل کنی. بنابراین خیلی سر و صدا نکن و آرام باش. مردی که در چاه افتاده بود گفت اول مرا نجات بده بعد حتما به سخنرانیت گوش می دهم. در حال حاضر گوش کردن به سخنرانی تو برایم غیر ممکن است. راهبه بودایی هیچ توجهی به اون نکرد و به راه خودش ادامه داد. زیرا بودا گفته است در کارهای دیگران به هیچ وجه دخالت نکنید. سپس یک راهبه کنفوسیوسی که از نزدیک چاه می گذشت صدای مرد را شنید که می گفت مرا نجات دهید. چیزی نمانده که بمیرم. چرا هیچ کس به داد و فریاد من توجهی نمی کند؟ راه به کنفوسیوسی گفت حق با کنفوسیوس است. او گفته است که هر چاهی حتما باید با دیوار محافظت شود. تو اصلا نگران نباش. ما حتما جنبشی را بنیان می گذاریم که دور تا دور تمامی چاه های کشور را حفاظ بکشد. ما دولت را وادار می کنیم که حتما این کار را انجام دهد. مرد گفت ولی تا آن زمان حتما من تلف شدم. این کار شما چه کمکی می تواند به من بکند؟ راه پاسخ داد در این مورد فرد اصلا مهم نیست. افراد می آیند و می روند. مسئله مهم جامعه است. تو می توانی با این امید و آرامش بمیری که این اتفاق دیگر برای هیچ کس رخ نخواهد داد. کنفوسیوس یک اصلاحگر اجتماعی است. پس از این راهب یک میسیونر مسیحی از کنار چاه می گذشت. او به درون چاه نگاهی انداخت و حتی قبل از اینکه مرد سخنی بر زبان آورد کیفش را باز کرد و تنابی از آن بیرون آورد. میسیونرهای مسیحی همیشه برای کمک کردن آماده هستند. میسیونر تناب را داخل چاه انداخت و به مرد گفت آن را محکم بگیر همین حالا تو را بالا می کشم. وقتی مرد از چاه بیرون آمد به پاهای میسیونر افتاد و از او تشکر و قدردانی کرد و گفت تو واقعا تنها مرد مذهبی هستی که من دیدم. میسیونر در پاسخ به او گفت اشتباه نکن عیسی مسیح فرموده است تا زمانی که خدمتگزار کمترین و بیمقدارترین بندگان خداوند نباشید نخواهید توانست به قلم رو به خداوند وارد شوید. خدمت به دیگران نوعی تلاش و تمرین معنوی است. تنها راه رسیدن به بهشت خدمت کردن است. بنابراین هر چقدر می به چاه های مختلف بیفت. زیرا من تنها میسیونر مسیحی نیستم که آماده است تا تو را نجات دهد. حتی به فرزندانت نیز آموزش بده تا در چاه بیفتند. تا همه میسیونرها بتوانند به اندازه کافی خدمت کنند. در غیر این صورت چگونه ما خواهیم توانست وارد بهشت شویم؟ خدمت کردن به این شکل از خودخواهی و طمع ریشه میگیرد. زیرا فرد خدمت کننده احساس می کند که کسی است و کاری انجام داده و به این ترتیب خود را از دیگران بالاتر میپندارد. او سعی می کند شما را تغییر دهد و همچون خمیری شما را همانند ایدئولوژی خودش شکل دهد. افرادی که به این شکل به دنبال خدمت کردن هستند بسیار خطرناک می باشند. زیرا حاضرند هر کاری را برای شما انجام دهند و برای خودشان راهی به سوی بهشت باز کنند. به این ترتیب شما به یک وسیله تبدیل می شوید و این غیر اخلاقی ترین کاری است که می توان در این جهان انجام داد. تبدیل کردن دیگران به وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خود. اگر توانایی این را دارید که هرچه دارید را با دیگران سهیم و شریک شوید، این کار را بکنید. ولی در ازای آن انتظار هیچ پاداشی را نداشته باشید و به هیچ وجه توقع نداشته باشید فرد مقابل خود را تغییر دهید. اصلا شما که هستید که میخواهید دیگران را تغییر دهید؟ تنها اگر میتوانید کمک کنید و یاری برسانید. ولی در ازای کمک خود هیچ انتظاری نداشته باشید. در غیر این صورت به نام خدمت به دین و مذهب همان فرد خودخواه، محاسبگر و تمکار قبلی باقی خواهید ماند که دائما به فکر بهرهبرداری از دیگران است. خودخواه نبودن به طور حقیقی زمانی اتفاق می که دیگر هیچ منیتی وجود نداشته باشد. عمل کردن از روی منیت معادل خودخواهی است. در حالی که عمل کردن به خاطر دیگران عدم وجود خودخواهی است. در دیدگاه من عدم خودخواهی حقیقی نبود هر گونه منیت است. برای رسیدن به این مرحله باید به درک وجود خود بدون هر گونه منیتی دست یابید. برای مثال شما عبادت می کنید ولی این عبادت هیچ محاسبه و انتظاری به دنبال ندارد. شما عبادت می کنید زیرا از عبادتتان لذت میبرید. عشق میبرزید ولی عشقتان آری از هر گونه توقع است. این عشق کاملا خود به خودی و طبیعی است. وقتی منیتی در کار نباشد، هر آنچه کنید آری از خودخواهی خواهد بود. در حالی که با وجود منیت، حتی اگر هزار و یک کار به ظاهر نیک نیز انجام دهید، احساس خواهید کرد چیزی کم دارید. ممکن است سالهای سال عبادت کنید ولی باز حس می کنید چیزی کم است. ممکن است افراد زیادی را عاشقانه دوست بدارید ولی باز احساس می کنید چیزی کم است. درست مثل مجلس عروسی که تمامی میهمان ها آمدند قضا و تمامی تدارکات دیگر بدون کم و کاست آماده است ولی عروس و دامادی وجود ندارد. اگر منیت در وجود شما از میان نرود همیشه احساس کمبود چیزی را دارید در حالی که اگر منیت از میان برود درست مثل این است که عروس و داماد به این مجلس عروسی وارد شدند از آنچه همکنون هستید فارغ شوید تا الوهیت در شما تولد یابد پایان قسمت دوم